جناب دکتر صاحب، این مرایل که بود، یعنی کمبوداتی که محسوس است فعلا، این امکانش نبود در این جریان چند سال که شما وقت کافی داشتین بالای ازید اساسی غور میکردین و مشکلات مرفهومی ساختین؟ بسیار سوال اساسی کردین شما. خوب است که جواب مرم بشنوین تا این سوال همیشه مطرح میشه که کمیسیون انتخابات در 4 سال چرا این کارا رو نکرد. بله. ببینید، ما میخوایم این سوال به تفصیل جواب بدیم. بفرمایید. تیاری های انتخابات فرضاً یک مرحله اولش که ثبت نام رای دهندگان است. اگر ما 4 سال پیش یا 3 سال پیش تمام واجبات شرایط رای دهی را ثبت نام میکردیم، پس سرنوشت او کسایی که بین 2 سال تا انتخابات بعدی از دفعه بود به اونا چی میکردیم؟ اینی مطارف هنگفت کار بود. یا ما میتونیستیم بگویم که 18 سالایی که به 2 سال بین ثبت نام اولی و تاریخ انتخابات ما یا ثبت نام نمیتونیم نخه مطابق قانون اساسی و واجبین شرایط رای دهی ولو یک ماه پیش از انتخابات هم باشه ما باید دوره ثبت نام کنیم. این امکان نداشت 4 سال پیش. مسئله دیگه شی وقت نامزدی کاندیدا شروع میشه. نامزدی کاندیدا مطابق قانون انتخابات باید جدول زمانی انتخابات 120 روز از روز تاریخی انتخابات از روز انتخابات اعلان شود. اگر ما این رو 2 سال پیش اعلان میکردیم که کی کاندید است بر ریاست جمهوری آینده، کی کاندید است بر شوراهای ولایتی آینده، این مشکل بود. به خاطر اینکه 2 سال پیش معلوم نبود که کی کاندید است و کسی که خود کاندید که مطابق جدول زمانی که در قانون انتخابات است 20 روز تعیین شده باید در این فرصت معین عالم خیلی کسا میگه من کاندید هستم، ولی چون مطابق قانون ما نمیتونیم بر فعلا درخواست از اونا رو بپذیریم، باید وا در جدول زمانی که باید ارائه شود 120 روز پیش از روز انتخابات باید شود. البته و دیگه تیاریاش که عبارت از مسائل تکنیکی و باز کردن دفاتر و تربیه یا ترین متخصصین یا کسایی که در کمیسیون انتخابات کار میکنه، در این فرصت ها ما این کار را کردیم. دفاتر در 3 ولایت داریم، ما پرسنل تربیه کردیم، پرسنل آماده هست که انتخابات دایر کنه. این انتخابات با انتخابات گذشته فرق داره. در این انتخابات رول مهم افغان ها خواهد داشتن به خاطر اینکه در 4 سال فرصت کافی بوده که یا ترین شوه و یا تخصص انتخاباتی را اینا بگیره، فرا بگیره. این فرصت هایی که دست ما بود ما کردیم. یک سلسله مواردی است که فقط تا پیش از جدول زمانی که در قانون انتخابات ذکر شده ما او رو نمیتونیم از پیشتر بکنیم. ما نمیتونیم بگوییم که ثبت نام کاندیدا باید 2 سال پیش میشد، ثبت نام رای دهندگان 2 سال پیش میشد، این کارا یا مبارزات انتخابات 2 سال پیش میشد، این گفا امکان نداره. یا فقط در وقتی که انتخابات فرا میرسه باید این کار انجام شد. جناب دکتر سیوازی که من کارت تلفن استفاده میکنم و کارت تمام نشه، چند سوال مختصر میکنم، امیدوارم شما مختصر جواب بگوین. چی تضمینی وجود داره که شما انتخابات حتما در ماه 29 حسد برگزار خواهد شد؟ ما خدمت شما و خدمت بینندگان شما، خدمت تمام هموطنان خود، ما اطمینان میدیم که کمیسیون انتخابات مصمم است، متعهد است که انتخابات برگزار کنه. 29 حسد را ما تشخیص کردیم که یک وقتی است که تمام واجدین شرایط رای دهی میتونه در این رو شرکت کنه و یک انتخابات همگانی و مشروع باشه. به این خاطر ما امیدوار هستیم که در این روز ما انتخابات دایر میشه و تمام هموطنان ما شرکت کنه. آنچه که مربوط به کمیسیون انتخابات است و هموطنان خود تعهد میده و مصمم است که انتخابات برگزار کنه. سلامت بشین. جناب آقای کرزی، به اساس قانون اساسی افغانستان در حوال جوزا باید یعنی از قدرت کنار برن، اما هفته پیشتر اونا اعلان کردن که هنوز معلوم نیست که ما در حوال جوزا استعفا بدم یا در ماه جدی سال آینده. مشکل آقای کرزی چطور است؟ یعنی باید اینا استعفا بدن در حوال جوزا یا ای که تا که انتخابات برگزار میشه اینا باید در کرسی قدرت باقی بمانند؟ گرچه موضوع مربوط کمیسیون انتخابات نیست، به خاطر از اینکه اونا خود رئیس دولت در مصادق گفتن که اونا در مشوره جدی با حقوقدان‌ها هست که در ازی خواهد جواب اونا خواهد داشت و تصمیم خواهد گرفت. این مربوط کمیسیون مستقل انتخابات نیست، مربوط کمیسیون تنها انتخابات است که کمیسیون انتخابات در وقت برگزار کنه که تمام افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت بکنه و انتخابات بتونه مشروع باشه. اون مواردش مربوط به اولیای امور است، سه قوه افغانستان که بین هم شسته این موضوع را حل کنه.
خب ما جناب دکتر صاحب داود نجفی، ما از شما جهان سپاس دارم که شما واقعا توضیحات بسیار خوبی برای هموطنان ما ارائه کردین و تا اندازه ذهن هموطنان ما روشن شد. و ما فقط تشویش هموطنان ما است که بزرگا، یعنی مجامع بین المللی مخصوصا ناتو و نیروهای امریکایی سال 2009 سال خونبارتر از سال گذشته اعلام کردن. ما امیدوار هستم که شرایط امنیتی مخصوصا در ماه اسد بهتر شوه و تا انتخابات برگزار شوه که ما دعا میکنیم و موفقیت برای شما و برای تمام همکارای ارجمند میخواییم. ولی در آخر پیش از اینکه مصاحبه ما تمام شوه، جناب دکتر صاحب خواهشه که هموطنان ما از بیرون از افغانستان مخصوصا در کانادا و اروپا و امریکا دارن ایست که فرق بین افغانهای ماجره که در هی کشور هاست و افغانهای ماجره که در ایران و پاکستان و امارات متحده و عربستان سعودی هست چی هست که برای از اونا حق رأی دادن داده شده در انتخابات و اینا حق رأی ندارن؟ ما میخوایم در این رابطه خدمت هموطنان خود البته در اروپا و کانادا و امریکا جواب داشته باشیم. کمیسیون در تلاش است که این فرصت را اگر بتونه آماده کنه همسان به تمام مهاجرینی که در جای زندگی میکنه از این حق رأی استفاده شد. البته در گذشته چون تعداد مهاجرین در پاکستان و ایران بسیار زیاد بودن، یعنی در حدود 2 میلیون مهاجر در پاکستان بود و 1.5 میلیون در ایران بود، به او خاطر در انتخابات گذشته که بین یک کمیسیون مشترکی که مربوط به افغانها و جامعه جهانی بود توسط از اونها برگزار میشد، اونا این انتخابات در این دو کشور برگزار کردن، در کشورهای دیگر نه. ولی این بار که تصمیم گیری مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات است، ما تلاش میکنیم که این موضوع را از طریق نمایندگی های افغانستان که در کشورها این مختلف وجود داره، اگر ما بتانیم این موضوع رای گیری را از طریق از ما انجام بدیم. هنوز در این مورد البته کمیسیون تصمیم نگرفته بخاطر به دست آوردن بودجه زی با جوانب مختلف در تماس است و ما امیدواریم که ما بتانیم شرایط به تمام هموطنان خود هر جا که هستن ما بتانیم آماده کنیم. سپاس میکنم بخاطر از اینکه جناب دکتر صاحب اگر ما آمار بگیریم فکر میکنم در اروپا، کانادا و امریکا حداقل 500,000 هموطنان ما زندگی میکنن و اینا یعنی حق مسلمشان است که در تعیین سرنوشت کشور خود سهم داشته باشند. اگر در پایان صحبت شما پیامی برای هموطنان ما داشته باشین جناب دکتر صاحب، میکروفون تلویزیون سیمای افغانستان در اختیار شماست. ما فقط پیام و تمام هموطنان ما در هر جایی که زندگی میکنه ایست که در پروسه انتخاباتی ما را کمک کنه، کمیسیون انتخابات کمک کنه، بخاطر اینکه انتخابات تنها به تداوم و یا ادامه دموکراسی در افغانستان خواهد بود. ما مصمم هستیم که انتخابات برگزار کنیم. انتخابات باید برگزار شود و اگر ما بخوایم در افغانستان دموکراسی دوام پیدا کنه و قدرت به شکل صلح‌آمیز یک فرهنگ انتخاباتی و فرهنگ دموکراسی در افغانستان نهادی نشود، باید کمیسیون مستقل انتخابات شونا از طریق تبلیغات، از طریق بعض مسائل دیگی که در اختیار داره کمک کنه و ما در خدمت هموطنان خود هستیم که در هر جایی از دنیا که زندگی میکنه ما بتانیم شرایطی رایدگیره که در قانون اساسی حق برای تمام هموطنان ما